در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارش جدیدی از نهاد آمار مجموع فعالان حقوق بشر در ایران نشان می دهد که اعدام در این کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است این اقدامات با دیدگاه های فقها ها و مراجع تقلید مستقل در تزاد است همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارش جدیدی از نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران وضعیت نگران کننده اعدام ها در این کشور را باستاب می دهد. طبق این گزارش از 10 اکتبر 2023 تا 8 اکتبر 2024 حداقل 811 نفر در ایران با تناب دار حلقاویز و اعدام شدهاند که نسبت به سال گذشته افزایش 23 درصدی را نشان می‌دهد. این آمار بخصوص در شرایطی که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه دادرسی محرومند زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی به صدا در می آورد. که در این گزارش قابل توجه است اعدام زنان و نوجوانان است. در این دوره دوازده زن و چهار نوجوان زیر هجده سال نیز به اعدام محکوم شدند. از مجموع اعدام شدگان بیش از نیمی به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند به علاوه 71 ممیز 64 صدم درصد از اعدام ها به صورت مخفیانه انجام شده است که نشان دهنده عدم شفافیت در این فرایند است این گزارش به عنوان یک فراخان برای همبستگی و حمایت از قربانیان بر لزوم توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید می کند. در حالی که اعدام در بسیاری موارد مگر در مواقع خاص و لازم مجازاتی غیر قابل قبول تلقی می شود نیاز به تغییرات بنیادین در سیاستهای های قضایی و احترام به حقوق انسانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در این شرایط صدای قربانیان باید شنیده شود و جامعه جهانی نیز باید به آن پاسخ دهد در حالی که اعدام به عنوان یک مجازات در برخی موارد قانونی در ایران در نظر گرفته می شود بسیاری از این اعدام ها با دیدگاه های فقها ها و مراجع تقلید مستقل و غیر حکومتی در تناقض است بسیاری از فقها و مراجع تقلید مستقل شیعه نیز بر این باورند که باید در پی روی کردهای اصلاحی و انسانی تر به مشکلات بود و مجازات اعدام را در بسیاری از موارد به عنوان راه حلی نادرست و غیر انسانی رد می کنند. بسیاری از مراجع مستقل و غیر حکومتی بر لزوم عدالت و دادرسی عادلانه تاکید دارند و معتقدند که اعمال مجازات های شدید بدون شفافیت و رعایت حقوق متهمان نه تنها نادرست است بلکه به اصول اسلامی و انسانی نیز آسیب میزند و باعث ایجاد بدبینی نسبت به مبانی دینی می شود. علاوه بر این آموزه های اسلامی نیز به مفهوم رحمت و بخشش تاکید می کنند و در بسیاری از موارد مجازات اعدام با این اصول در تضاد است بسیاری از فقها و علمای دین بر این باورند که باید به دنبال روی کردهای اصلاحی و انسانی تر در خصوص مشکلات اجتماعی و قضایی بود و مجازات اعدام را در بسیاری از موارد به عنوان راه حلی نادرست و غیر انسانی رد می کنند. این تناقض ها نشان دهنده نیاز به بازنگری در سیاست های اجرایی و احترام به اصول حقوق بشر در نظام قضایی ایران است. در این خصوص آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی همواره بر لزوم احترام به حقوق انسانها و دادرسی عادلانه بر اساس موازین دینی تاکید کرده و معتقدند که مجازات اعدام باید با احتیاط و تنها در موارد خاص و با شفافیت اجرا شود معظم لح تاکید فرمودند که اعدام به عنوان یک مجازات در شرایطی که باعث بدبینی حتی غیر مسلمانان نسبت به اسلام شود نه تنها نباید به سادگی مورد استفاده قرار بگیرد بلکه با آموزه های اسلامی که بر رحمت، بخشش و اصلاح تاکید دارند منافات دارد ایشان همچنین بر این باورند که سیاست های سخت در مواجهه با مشکلات اجتماعی نه تنها راه حل مسئله نیست بلکه به تداوم خشونت و بیعدالتی دامن میزند. در این راستا معظم الله خواستار بازنگری در این رویه ها و توجه به اصول انسانی و اسلامی در فرایند رسیدگی به مسائل قضایی شدند.